به نام الله پاک و بی‌نیاز. السلام علیکم دوستای عزیز، خدا کنه که هفته بخیر گذشته باشه. آرزو دارم که هم از صحت سلامت باشین و تسلیت میگیم به تمام خانواده های عزیزی که دلبنده های خود از دست دادن، توتای جگر خود از دست دادن، پسرای بسیار نازنین خود از دست دادن، کسانی که قهرمانان واقعی افغانستان هستند و ما برایشان افتخار میکنیم. با خانواده های عزیزشان بازم تسلیت عرض میکنیم، در غمتان ما شریک هستیم. منتها طوری که زیادتر یاد شد در اخبار و در همه جاها، روحی ما با این کار ضعیف نمیشه. ما از وطن خود دفاع میکنیم و ما افتخار میکنیم که نیروهای امنیتی ما به او تاب و توان و قدرت رسیدن که از حدود دربی افغانستان دفاع کنند و در قلعه های بلند افغانستان بخاطر زندگی تقریبا کم از کم 9 نفر برکنار شد از وظیفه خود. که بسیاری تو میگن که تقریبا چقدر وقت پیش، 3 روز پیش مردم تقریبا 20 روز پیش خبر داشتن که نیتو اگر سلامان میشه با سریزی پوست حمله میکنن. در مجموع ما امی عزیزای خود از دست دادیم، منتها حالا بر ما تجربه شد به خاطر از اینکه بیدار باشیم، به خاطر دشمن همیشه در کمین ماست و دعا میکنیم که همین امنیت برقرار شد و صلح بیاید و همین گپ ها از بین برد. واقعا قهرمان های اصلی افغانستان ای کسایی بود که به شهادت رسیدن. واقعا دقیقا. خب بازم رویشان شاد باشه، انشالله جنت فردوس نصیبشان باشه. آمین. قسیم جان خوش آمدی عزیز. سلام حفیظ جان، زنده باشین. سلام به بوپال جان و به جان خانم فرزانه. حفیظ جان، یک گپایی که در هفته زیاد در هفته قبلی ها متوجه بودیم، در این هفته زیادتر متوجه شدیم. گپی هست که زنگ زدن های تلفن به وقت و که کسایی هستن مثلا 2 بجه شب یا 3 بجه شب یا وقتش نمیفهمن زنگ میزنن و یا اگر زنگ هم میزنن معرفی نمیکنن، نشناختی فلانی هستم 3 سال پیش دیده بودم در یک جایی. همی موضوع رو خواستم یاد بکنم در قاب گفتگو که موضوع بسیار شد باز وقتا مثلا یک رقم میشه که شاید جانب مقابل قار شد. یک نفر اگر بگویی که اگر زنگ میزنه برات میگه مرا شناختی، شاید که امور بشناسی ولی در فکرت نبیاد، چون باز بسیار کسا آدم ارتباط میرسه. یک اپ دیگر بسیار گپ خوب اشاره کردی، بعض دوستا که بر ما زنگ میزنه یا بر شاید بر کلتون شده باشه، وقتی که زنگ میزنه اول یک دقیقه اور گپ میزنه والا او باشه مرا از یاد بردی، این هم بالا نشت از صدای او بدر همی که زنگ میزنی اول بگو من فلانی هستم. همی فرهنگ تلفون هست، اگر خود باشه تلفونه خود مثال نمیتیم. عمومی میبینیم، عمومی یعنی من خود مثال نمیتیم. همی تو مثلا وکیل پارلمان هم هست، تو وزیر هستن، کنو هم میخواین که موبایل اکی را جواب بتن، مگر که بیوقت زنگ میزنن از اونو گله نکنن. اگر کسی هست که مثلا اگر کسی دفن اگر دفتن مثلا زنگ میزنید سلام علیکم و علیکم السلام ابراهیم عابد هستم، خوب هستی؟ شکر. اینی خوبیش میشه در پولیس یه گپ دیگه است که مثلا فکر کو یه کسی برات زنگ میزنه، من از اینکه در جای کار میکنی وظیفه داری یک کاری ناکاری هستی، از تو یک خواهش میداشم شما حفیظ جان، تو نه شما تو دونمونجا نمیتونی که مثلا امی خواهش از امو رو پورا بکنی حفیظ جان. اونمون نفر قار میشه، اگر برشو میگی من نمیتونم میگی نمیکنه و امی باعث میشه که نمی زنگ زدن هایی که به وقت زنگ میزنن و یا یک نفر تلفن جواب نمیده، یک کار داره، یک مشکل داره، تلفن یک نفر سر بسر زنگ دمی جواب بر ما زنگ زد 2015 شو. آره تو این خاص نیست که نه ما برکت زنگ زدیم اینه میاله امی الله برکت زنگ زدیم منی که مثلا به سعی کو گفته بود که 10 بجه میمانی حالا این تلفن خود بالا نمی کنه گیم میگه کوچی قصابی هستم گیم میگه کی نه جالب حساب جان یکی که تلفن جواب باید نه زنگ نزنند در نصف شب و این وقتا که مردم خاو می باشه یا مثلا تو بسیار کار عاجل نباشه برش مزاحمت میشه. یگان بندای خداست که طرف دست چپ می یک نفر چیشته آفرین خدا میش نزه یه آدم کز است که 50 برش زنگ بزن تلفن نمی برد. چرا پوپل کی ما یادت ده وقت برنامه هیچ وقت ما تلفنای کل تون ثبت است از جواب نمیدیم ده برنامه سه ده برنامه افغان تو برنامه زنگ نزدی هیچ نام هیچ نه پوپل پوپل تماس ما تو از طریق اسکایپ است. اسکایپ هم میباش ما از طریق وایبر امیر شیر کو امیر که کل شیر و یا گپس یگان به خدا مصروف میباشه یا یگان وقت یگان جایی میباشه که نمیتونی تلفن بگیری به او خود
خاطر ما مزد میخوایم اگه تو شده باشه. خب برصورت فرزان جان خوش آمد میگیم. فرزان جان خوش آمدی. خوش باشین. سلام به همه شما دوستان و دوستای عزیزم که می لازم را میبینن. خدا کنه هفته خوب گذشته باشین و شام خوبی داشته باشین. بازم فرزانه صمیمی با خبرهای افغانستان و جهان. این برای نیوز خوشمدگی میگیره خوب؟ خواه تو باش چی میگن؟ یک خبر خوش براتان دارم که بعد از تلاشای بسیار زیاد از افغانستان و مردم غزنی بالاخره غزنی ولایت تمدن اسلام شناخته شد. بله. که در امی روز شنبه به رسمیت شناخته شد و یک مراسم گرفته شد. در اون مراسم زیادتر رسا بود. بله. بدون از او آموزگارای مکتب هم بودن، همشون با لباس های محلی غزنی بودن که بسیار زیبا بود و بسیار مقبول معلوم شد و یک افتخار بسیار بزرگ به افغانستان است. اشاره میکنه که برکمت پاپا جان خوش آمدید. من سلام عرض میکنم خدمت دوستای کمی لحظه برنامه قاب گفتگو را تماشا میکنید. موضوع چه قدر کوتاه موضوع آمد آمد سوال نواست حفیظ جان، اگر شما متوجه شده باشین کلی دیگه گفته باید میگفتی خیر حالا. نه نه آمد آمد سوال نواست از اینمی حالا قیمتی ها شروع شما به خاطر قیمتی ها میگم. خب به خود فرق نمیکنه چون به خیر میری سفر داری در چی نیستی در کجا تو هم وطن نیستی دو دو خبر نیستم دو قابات تیکت ما بو کنی نه دبی و قیمتی ها از اینمی حالا شروع شده قیمت های بعض از مواد غذایی یا مواد دیگه خوراکه پوشاکه کلش یعنی قیمتی از اینمی حالا یک دو هفته مانده سه دو هفته مانده با سال نه با جان نامزاد داره و با جان نامزاد داره امیر ما گفتم به خاطر حال میریم گپ سر نامزاد داره کسایی که نامزاد هستن اینا رو فکر کنین اگر جانب مقابلشون روزی چیز میبرن اگر جانب مقابلشون نگان کس میمونه میگه والا برای من فلانی گوسفند بیاره ما چم چند دان انگشتر بیاره این چیزا این بیچاره والا ایران میمونیم که چه رقم پوره کنه. خب راست میگی. خب ان شاء الله که قیمتی ها ذره جلوش گرفته شود. خب هر کسی که دختر دار است برای زونو میگیم که برادر قند ما کما که فکر تانه بگیری اگر چیز دامات آورد قبول کنی قبول کنی. خب اوسم وار ور سید اب جانتا اب جانتا اب جانتا نه اب جانتا زمان د نږدې مانس جوړ کړو تا ګرمانو دوستانو ز خپل سلامونه وړاندې کوم مر چیرته چې هسته او د قابو گفتگو مینوال هسته او قابو گفتگو ز پویګم چې خټټی ګورې یوټیوب مقام اول یوټیوب کې تر یوټیوب کې مقام اول غیسته کو فیسبوک کې مقام دوم غیسته او نور کوم غنښت کنه جی کې لاسونه جی کې لاسونه بالا کنید شیطان یا پاک پروردگار قربان چوم خدای دیگه کار هیچ مسلمان د ارگان دولتی بند نکنی ای خدای بالا کنید شیطان خوب هیچ کار هیچ مسلمان د ارگان دولتی بند نکنی که بند کدی بذات خدا و قرآن ای تو شوتکان و پاسا کان است خدای دیگه ای تو شوتکان از یک مدیریت پاس میکنید شوت میکنید بعد دیگه ماموریت از او شوبه پاس میکنید بعد دیگه ماموریت بعد دیگه شوبه خلاص شد دیگه کارو بند نکنه به اون خداوند کار د بازی ارگان دولتی بند نکنه که بند شد امی کار هر چی که باشه امی هر چیزی خدا کنه نکاحت باشه میری براج کردن میرو نکاحت میگیری نکاحت خود نگرفته ما شما میری براج کردن مثلا خانه بتم کتیت میبری باید نکاحت بگیر این نکاحت گرفتن چقدر کار مشکل دست دا 12 شعبه میری تو امضا میکنی یکی و همه خو امی هر کار امروز خلاص میشه تو رو میمونه برای فردا و بعد امروز خلاص میشه چرا برای فردا خاطر ازی که بعد قند ما تو رو برای فردا کار ده میمانه که تو خود شور نمیتی تو خود شور بیتی بعد از قجان برای تو عزی میگه در فساد داری ماش مقام نداری مقام اول داریم علا فساد اداری علا فساد اداری از سر میز رفته در زیر میزی نزی جز پیشت میخواه مره بعض کسا را بگه اگر شور بده خدا خواهد شاید خدا شور بده نه باید رو رقم شور دادن نه جیب تا شور واضح برد میگه میگه ما چی دارم در جان خود میگه کرتی میگه کرتی ما چند جیب داره پنج جیب های ده پنج جیب یک پنج پنو پنو میپردی بیستو پنو پشو و امیر رقم راست است یکی از دوزو خصا کرد نایفم چی میگرفتن که یک از امی گپکا کنم چیز میگرفتن از دولت پس گفتم اونجا رفتت بر امزا گفت که به این مردکه پینجار برداد بر من کارت پیار تخنیک کارت موبایل او رفته بود و تخنیکی جور چراغ که پنجار پر داده بود برش که اونی که اکشن رو پیدیگم سرزی پر تو که کارت پنج سدی یا دو نیم سدی بر من برنه او رفته بود پنجار به این کارت آورده بود این رو بیاب کنم که تو تو مزاید نمیشه یکان دفعه ما هم دیدیم امی خود بعض شعبه هست بسیار سلو کار میکنن مثلا سه ساعت یا دو ساعت یا وقت چاشنه مثلا دوازنه میرن های دو بجه میاد دو بجه یک ساعت دیگه کار میکنن تشکر از همتان شما هم تشکر ما فکر میکنیم کدام زنگ برای دوستان آمد یک کمک زرم مصروف هستن میریم بگ وقفه میریم بعد از وقفه مهمانی که ما دعوت کردیم به این هفته را فراموش نکنید.
عاقبت مرا رها میکنیم، اگه رها میکنی گناه میکنیم. همه میگم میروی، بگو چرا میروی، میروی بازم اشتباه میکنیم. همه میگن عشق تو عشق دروغیم بود، اگه دروغیم بود چه کار میکنیم. همه میگم میروی، بگو چرا میروی، میروی بازم اشتباه میکنیم. چی غایتایی بود غایتا؟ یک غایتی غایت، ده غایتی غایت به خدا. اول سلام. چرا ما تنها هستم؟ مهمان میخواین اما ما کل ما یک مصرفیت پیدا شدیم. خوب از خودت بودی؟ میگم غایت تا غایت هست. غایت تا غایت هست. یعنی بسار غایتای خود بودی؟ نه بسار غایتای دیگه ما باقی مانده. السلام علیکم. السلام علیکم. یارا واقعاً که غیتا غیتا است. چی غیتا بود؟ چی غیتایی بود نی؟ او غیتا را برات میگم انی که آلمانی فرایی ده 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 ستاره افغان بود. او غیتا زبردست غیتا بود. دا غیتا او غیتا یا غیتی غیت. دا بیل و کجبیل که نمره میگیره. نه دا بیل و کجبیل کجبیل. هیچ چیز مایا دا بهر برش اسم اسمی کردن مرده دا دیره دا قبر. مرده جدیش. این حالا یک غایت دیگه هم کسیم میشه؟ بسیار خوب غایتا بود. السلام علیکم. خوبستین؟ جان شما جور؟ ما رفتیم، ما گفتیم باش که الماس تنها دمیدیم برنامه میشه که چی غایت میشه. قسیمی چی شد؟ سلام علیکم. یعنی واقعی اون غایتا حفیظ خوب غایتا بود. چی کده بود؟ یعنی حفیظ ده غایت، دو غایت، یه غایتی غایت. ده غایت، یه غایت، ده غایت، دو غایت. غایت تا غایت از غایتا مختلف از هر غایت باقی مانده. یعنی که بسیار غایت های خوب بود حفیظ. چند نمره میتیز دایی خواندنش؟ من برای آهنگ بخونه باز برش نمره بیتم. یه دفعه آهنگ بخونه. نه قبول نیست. تو برزید. خوش آمدی الماس جان. شکر. شاستیم خود دارین در برنامه با خود و امروز گفتیم باش که یک یاد از ستاره افغان جشنواره چندم داشت ما؟ هفتم بودم. هفتم بود کنیم و الماس فراهی را که دوستایی که در خارج افغانستان هستن، داخل افغانستان هستن، یک کمک زیادتر که داشت آشنا شدن. آهنگای تنام خدا در این وقتا پشتو و دریو یا زیاد کشیدی و یا آهنگا بسیار مقبول است و جالب و در دل مردم چنگ زده. بیاین الماس فراهی را کتاب بشناسیم که غیر ازی که در سالی افغان کلگی باش آشنا هستن، قبل از او کجا بود، چی میکرد، مرحال زندگی؟ الماس فراهی 26 سال سن داره. بسیار خوب. خب شاید به همه معلوم است این سوال که چون زیاد از من شده. بیدیون دوران طالب بیاه کرده. در چیز در ستاری افغان به 36 گفته نه در اون وقت 24 بودم دو سال پیش. دوره طالبان حساب گرفته شد. نه غیر از وان. نه دیگه؟ دیگه من بیوگرافی خیلی کامل میخوام بتونم یک بچه فشرده چقدر اکسیجن تنفس میکنی؟ نیره بگو چقدر نان میخوری؟ چقدر شیرینی میخوری؟ معنی کلش بگو. خب 26 سال که من سن دارم، تقریبا 4 سال از کابل زندگی میکنم در افغانستان و در حدود 7 سال میشه پیش از او من در ایران بودم، در اونجا کلان شدم. کجا؟ فیلیپین؟ یک دفعه ما بودم سفر در اونجا بودم و تقریبا پوپل عزیز 6 سال میشه یا 5 سال ما به شکل تقریبا حرفه‌ای کار موسیقی خود آغاز کردیم، شروع کردیم و حالا هم در خدمت شما هستم. درس یا درس من تا صنف 12 رو خواندم. بعد از اینکه من از ایران به افغانستان آمدم همش درگیر کارهای هنری هستم و هنوز وقت نشده که من ادامه تحصیل بتم. اینی خوب شد که یک ذره سوالا یا حل شد و بسیار خوب بود که یکی از آهنگای پشتو بسیار کش کرده این وقتا بازور میخوانیم زرد. خب برسات اینی ای شما و ای الماس فرایی. الماس جان خوش آمدی به برنامه ما و بسیار زیاد خوش شدیم. الانتظار و اشد و منوقت بسیار انتظار کشیدیم. مگر الماس جان دم یک کلپا که یک دختر پشش تو سرگردان میگردی یا او پشت سر تو سرگردان میگرده؟ آم و چادر عبی. با جزیتان همینجا از سلام جاوید بابت آهنگاش تشکر میکنم. ازم بسیار یک از کمپوزیتورای بسیار موفق بود. سلام جان جاوید. زنده باشه. پشت چشمان تو من دق شدم باور کن، چادر و بی سر تو عاشق شدم باور کن. پشت چشمان تو من دق شدم باور کن، چادر و بی سر تو عاشق شدم باور کن. حال و احوال تو را هیچ ندارم به خدا، گیج و کم حوصله عاشق شدم باور کن.
حال و احوال تو را هیچ ندارم با خدا هیچ و کم حوصله عاشق شدم باور کن پشت چشمان تو من دق شدم باور کن چادر و بی سر تو عاشق شدم باور کن از همون روز که سایه تو نظر میکردم از همون روز من احساس خطر میکردم از همون روز یه سایه تو نظر میکردم از همون روز من احساس خطر میکردم باید از اول در فکر خودم میبودم چشم بستم من از اون قریه گذر میکردم باید از اول در فکر خودم میبودم چشم بستم من از اون قریه گذر میکردم چشمان تو من دیک شدم باور کن شده رو بی سر تاشق شدم باور کنم چطور مفهول مرا خود صدای گیتار گفته اگان تا از همه آلای موسیقی بسیار به دل من چنگ میزنه در مورد الماس جان اگر چی سوال معذرت میفهمیم از فیلیپین نکنیم سوال نکنیم اگر چی در یک چند پروگرام داشتیم در تلویزیونی ها زیادتر ملمات در فیلیپین کافی دارم یک از آهنگوی الماس فرایی را که آهنگ از احمد زایر است و الماس فرای با گیتار قدر رو مقبول میخونه که من اول برنامه کو آمد متقاضا کرده گفتم مو آهنگ بخونید اگر لطف بکنی و مو آهنگ که گیتارت بخونید که من بسیار خوشحال خوب گپ خوب گپ صاف جان سه بچی بستی داد است زبانگارم با من نگاه کن طاقت ندارم بهش این شرار عشق آتشینم سوخته است دل و جانش دیگر اشکم مرز دیگر اشکم مرز زبای من چشمان من کور شد اشکا از چشم من بزک شو باران ها زبای من چشمان من کور شد کرده تبایم زبایم دیگر عشقم مرز دیگر عشقم مرز زبای من چشمان من کور شد عشقا از چشم من بزد چو باران ها زبای من چشمان من کور شد لا 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 اصلا نامی بعضی آهنگایی که مثلا نمو جای کش کمبوت میکنه یا مثلا چیز میکنه بعد لا 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 میتونی سیگز با چیزی می لا 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 یک چیزی که دیگر میده خیر است بین سرایی گپ بزنیم که دیگه چی مهارت‌ها را یاد داری بدون از اینکه خودت گیتار میزنی گیتار نواخته میتونی دیگه چی مهارت‌ها رو داری و همچنان یک مسئولیت دیگه مسئول دیگه کارام هستی حتما بدون کار خوب هستی رمال خوب هستی بدون از اینکه در موسیقی هستی دیگه کار اصلی چی هست آشپز خوب هستی ببین نه پدرش دکتر هستی پدرش دکتر جراحی سی دکتر داخل است درباره وظیفه درباره مسئولیت دیگه غیر از موسیقی ما غیر از موسیقی ما واقعیت ها رو میخوام همیشه بگویم باید واقعیت ها ما پوپل عزیز من غیر از اینکه می نوازم بله. چند آله موسیقی دیگر هم می نوازم جز گیتار خب کیبورد می نوازم پیانو کم کم کار میکنم تبله را می داری کم کم دوست دارم همیشه در او باشم کار ما کدام وظیفه دیگه ای نمیتونم بله. گرفته بخاطر داخل تبله خود پیدا کردی نه نیست شما رو می خوام با یاد بعد فقط موسیقی غیر از این اصلا وقت هیچ کاری رم ندارم چرا که من یگان محفلارم میرم دوستا هستن برای خود مانگ تیار میکنم
و دیگه زیادتر مصروف موسیقی است. اصل کارتان بسیار خوبه. زیادتر موسیقی است و یکی از مسائل دیگه که بریم سر چیزایی که الماس بسیار گپکای جالب است که دوستا بفهمن، یکی که از بزرگترین ترسی که داری از چی هست؟ از اینکه میترسی که گیتارت گم شود. از این هم نمیترسم. چرا ایره دوست دارم. خیلی زیاد دوست دارم گیتارم. از این میترسم که یک روز افغان ها با من نباشن. و من او چیزی که حال هستم نباشم. از این میترسم. من همیشه کار میکنم صادقانه. زحمت میکشم که من در موسیقی افغانستان یک جایگاهی پیدا کنم. من خیلی سختی ها رو دیدم. خیلی مشکلات ها رو دیدم. کسایی که در کابل در پایتخت ما شما زندگی میکنن میفهمن که اینجا زندگی کردن آسان نیست، یک و موسیقی پیش بردن هم خیلی مشکل است. و ترس ما ایست که یک وقتی من از موسیقی پس نشم و همیشه باشم. اگه یا خود بگویم بد نمیشه. نه نمیشه. آه تو کس نشده روبروی شده باشه که نامش طلا بوده باشه؟ شنیدم طلا محمد شنیدم برای اما نه اینطور کسی نیدم که از نه. ولی شنیدم که طلا محمد هست. یکی از آهنگای الماس که آهنگ پشتو خوانده. بله. یه آهنگ بسیار زیبا بود و طرز خودمی کمپوز یه آهنگ بسیار جالب بود. امید اگه دمی دقایق بعد از تقدیم کنیم. حتما با اجازه تون. از کمپوزیتور از این آهنگ تشکر میکنم نجیب جان حمیدی. یک همکاری شما بود امرج دیگه بله درخوزم و خواخه و خواخه توره توره سترگه ده جانه لگ لگ رکا گوره و گوره دوری ده بودونه ده پربان O Leyla, O Leyla, Surbakh mal tikri ham har sar bi khwalari. O Leyla, O Leyla, lag lag shata gora, dil ta de ashiq rawan, stop yo didar pasi, zumre de khwari kari. Leyla khwara kemi, chaga keda, spina keda. صدقه چشمای سیاه ها آقاره تکوری و خیره کری صدقه کوریای بوتای خوزم و خاخه و خاخه توره توره سترگه ده جانه لگ لگ رت گوره و گوره دوری ده بودونه ده قربان بس چیزای جالبه که هست که هنرمندا بسیار ببخشید استیجت بسیار خوبش بود بسیار بچه همون که استیجت گرم بود بسیار بگیری آره پنج ده پانزه بیست بیست و پنج بس از کسی خلیفه بخشیدی نه این بیست و پنج نمره میدیشه نمرات شما هم دار نه این بیست و پنج نمره ما از دونیم برنامه تنم برش برات دادیم استیشه بسیار گرم بود بسیار تشکر مگر حال نوبت خانم زلال الماس جان رشتیا پو واقع چه دیر خسته شیر ده پختو ده پیدا کرده مگر دا لیلا دسته ایش شا تا نگوری چه مثلا شا تا او گوری چه سو گوالار ده کنه قدی و گوری اندام و گوری مثلا حال بخیر کلیپش که بیایا باز لیلا ما که ما را میبینه در کلیپش کدام هنرمند خارجی را الماس جان بسیار زیاد صدایش دوست داری؟ داخلی را همچنان یک یک نفر نام بگی خارجی پروست انریک بله بخاطر که خانمش خانده میتونی؟ میتونم اما نمیخوایم بخونم ما گفتم حالا خیلی گفتی از جان سینا را زیاد دوست داری از داخلی؟ از داخلی فعلا هنرمندایی که هستن
خب خیلی رو دوست دارم. ما یکی مشخص یکی رو بگوین. سلام جاوید، به خاطر که کمپوزیتور بسیار قوی. من نه فقط دو کمپوز از او گرفتم، اما استعداد از او به واقعیت خیلی بالاست. بالاست، بالاست. درباره می خب بفی جان چیز میگفتی؟ درباره می رقص بکن جانا، بیا رقص بکن جانا. امی آهنگ کم معلومات بده، به خاطر که من شنیده بودم که رقص رواج ما نیست، چطور تشویق میکنی؟ ایره یک آوازخوان دیگه ما، آوازخوان دیگه ما خواندن. من ایفام یک باش ما معلومات خیلی خوب سوال کردم. نه نه بسیار دوباره آهنگ مگر اینکه به در قند در فرهنگ ما رقص نیست و اگر تو مجبور میسازی بیا رقص بیا رقص اینه بفهم دو سوال اینه میره که تو کسی را تشویق میکنی بیا رقص کو بیا جانم بیا این در کلتور فرهنگ ما نیست تو چرا مجبور میسازی کسی رقص کنه؟ خب مهم نیست. ببینین فرهنگ کلتور ما، یعنی میخواین بگین که در 30 سال پیش بعد از این جنگا ما این رقم نبودیم؟ همین آهنگ 30 سال پیش خوانده شده بوده برای پدر نازیه کرامت الله، کرامت الله قربان، یکی از بهترین هنرمندای وقت در اون سال بندی شد که می آهنگ خوانده. بیا سر از این گپ بزنیم که چطور همین سوال رو داشتم به همون می آمدم. رقص بکو جانا یک شعری که تقریبا فولکلور است و سابق خوانده شده و به گفته پوپل جان یکی از هنرمندای دیگه ما شما در افغانستان، اما آهنگ مشهور نشد یا خوشبختانه یا متاسفانه به هر دلیل، چون ما خواندمش. ایرا وقتی ما خواندم آقای صدرالدین در تاجیکستان خوانده بود و ما ایرا همراه گیتار که اونا خوانده بودن ما شنیدم، از اونجا ایرا آوردم در اینجا و در دبی دادم کارش کنن، کارهای موزیکش و تصویرش هم کار کرده ما. و ای آهنگ اصل از پدر نازیه است، نازیه کرامت الله، فکر میکنم فعلا بر افغانهای ما شما مطرح باشه و میشناسن. الماس جان بسیاری آهنگای فولکلور زیادتر هنرمندان زیاد خواندن اما یگان توش بر آمده. بین که دوستا اشاره میکنن که وقت بسیار محدود است، حالا الماس جان میمونیم که با مو آهنگ که خودت با گفتی یگان تا سالهای سال هست که پیدا کردی، گفتی آقا جان که سالهای سال است با مو آهنگ هستی و همیشه زمزمه میکنی با گیتار میخونی، اما به دلت کم مورد علاقه آهنگ تا بشنویم و تشکر خیلی خوب سوالا کردین، امروز خوش شدم. آهنگی که من در آخر میخونم هنوز آدیوش پیش من ساخته شده، سر کلیپش بله کار میکنم. این آهنگ در حدود 8 سال از پیش من است و یک ورژن از این در کابل توسط یک دوست ما تیار شد. حالا هر کس مهم نیست، خب یک دوست نه برای من ارنج کرده بودن. خب ارنج کرده، اما او را ما پس بردم. اینی ارنج کردن و مثلا تنظیم کرده بودن، ارنج کرده بودن، اینی خوب است. این ارنج کی نور از این استفاده کرده. من همو آهنگ می خونم بخواهیم خیلی کتا و دوستان با می آهنگ الماس جان با می مهتاب یک شب تابستان دستای سرد تو بدستان می گذشتی با هم از اون کوچه شعر کوچه رو می خوندی با گوشه تا نیایی و کناره نمی مانو نمی خانو به تو امان بچه حاله من از اون کوچه گذاشتم با گوش من یک صدا بود یک صدای آشنا بود چه میگفتی سفر از پیش تو هرگز نتوانم با هر ضربه دست یه گیتار شکستم میخوام که بدانی هنوزم عاشقت هستم با هر قطعه این شعر نازنین خاطر دارم میخوانم و میگم هنوزم دوست دارم. دوست عزیز دوباره خوش آمدین، خدا کنه که وقت بخیر بگذره. بخش سینما تلویزیون است. سلام تقدیم میکنم خدمت همکارای عزیزم و فرزانه جان، قسیم جان، حفیظ جان، پوپل جان، عابد سلام.
خب خیر ولگ نگیرین. و همچنان خدمت تمام دوستایی که بیننده بخش سینما و تلویزیون هستن، آرزو دارم که جور صحتمند تا پایان این بخش برنامه با ما باشین دوستان. خب کلتون دیگه خاموشی. من بخش خودم معرفی میکنم و میرم دوستان، فکر کنم که هیچ کدام شما نمیخواین که صحبت کنم. خب خیر، به هر حال فیلم جدیدی که از سینمای هالیوود است، البته هنوز در بازار نامده، میخوام برای شما معرفی کنم به نام جستیک لوگیو. به تصویر دوستا ببینیم که معلومات بیشتر براتون به تصویر تقدیمتان کنم. چقدر زیاد عبیده میره نه ایمیل چی میگن عبیده میفهمی چی هست؟ خب فیلم دوستا به تصویر میبینیم، فیلم هست که واقعا یک فیلم بسیار زیبا و دیدنی هست. هنوز این فیلم اعلان که شما به تصویر میبینیم از شخصیت ها و هنرپیشه موفق چهار کمپانی سینمای هالیوود است که میخوان که یک جا یک فیلم بسیار زیبا البته آماده کنند. البته این تلیلر یا اعلان اصلی خود فیلم نیسته، سر از این کار میکنن که چون تنها اسکریپت فیلم نو هنوز البته تکمیل شده، تنها اسکریپت فیلم آماده نشده، فقط از چهره های مشهور در این فیلم تنها اعلان از رجوع کردن و خواستن که در جریان البته به تمام دوستا و علاقمندا بگویم که یعنی فیلم روش کار میکنیم و داستان فیلم قسم است که وقتی چهار کرکتر که در این فیلم نقش بازی کردن میخوان که در بحران یا حالت مشکلات که کشور امریکا داره او را میخوان که به تصویر بکشن و نشان بدن که همین چهار نفر به خاطر عدالت ما مدرا دوست همی عدالت یا مشکلات که در امریکا هست میخوان که امور البته از بین برن. ما گفتیم که بیا کم دفعه آزیزا را بانیم که مثلا مستقیم برم و فیلم خود معرفی کنه دیگه کنه ما چوب باشیم که آزیزا چی اکسل عمل نشان میته. دیدیم که حالا هیچ هم تو رفت سر برنامه چی شد؟ امود رفت سر برنامه دید امید که نگفت چرا خاموش هستی؟ گپ چی هست؟ نگفت یعنی دقسی ما نیستی ما میفهم هر دفعه اینو میره تماس یعنی برنامه اینو میره تماس. سلام بر شما، تقدیم کردم بر تمام دوستا تقدیم کردم. خب بر سلسله معرفی هنرپیشه های موفق سینما امروز چهره یک میخوام برتون معرفی کنم. به تصویر ببینید کسی است که بازیگر نقش اول در فیلم ما کار میکنه، هنرمند بخش رزمی رو پیش میبره، کارگردان و همچنان فیلم نام نویس، طراح رقص و همچنان آوازخوان آنکانگ است دوستا نهی جیگی چن. آوازخوان هم بوده این؟ آوازخوان هم بوده این چقدر جالب است میبینید. خب دوستا یک فرق سینمایی که البته فیلم های امروزی تا فیلم هایی که سابق البته ثبت میشد این است که واقعا هم سنر تمثیل میکنن و کار میکنن و حالا اگر حال متولی شدن بسیار کار گرافیک است. بله خب متولد سال 1954 است، فعلا 59 سال عمر داره و ازدواج کرد، دو اولاد هم داره و از سن 5 سالگی به فیلم البته رو آورده و کار میکرد. در فیلم بسیار زیبا و قشنگ البته نقش بازی میکرد. بله و فیلم های اکشنی رو قسم پیش میبره که امو بیننده خود جذب میکنه، یعنی زیادتر کمدی است یعنی حرکاتش. بله هم قسمت های اکشنی رو میگه به شکل کمدی پیش میبره. این یکی از اکسش است که ماندیم که شما تصویر ببینید. بسیاری حرکات های زیادتر حرکات های بسیار مشکل است که جالب است واقعا هنرمندان هم ایتانا افیزیون مده که خوانده بودم دک خوانده بودم که از یک دو منزله ای خیز میزنه در جای پاش چندین بار زخمی شده. زخمی شده یک کنی ماده شب خانه بستر امو تصاویر بستری بله. میاشم گرفتم. بعد از بروسلی هم قهرمان است که بعد از این باز بدن جدی و حرکت های تو خطرناک اجرا میکنه. چون بوجی چون بوجی چمنا چون نما چرنی چمنا نون میچی نون میچی چنگ نپوچونو ترجمه ای آهنگ چنایی است. امی آهنگ ما شدیم که خودش امی جیگی چند خانده و معنی ازی است که میگه کجا میری کجا میری اگر میری تو مرام ببر. اینی یعنی معنی کجا میری کجا میری اگر ارجا میری مرام ببر. امو خانم برای شوهر خود میگه مرام ببر. این کاش در رو رحمت زایی میگویدی که کمپوز برش میدادی. تشکر بسیار چنزی که آمدی و من نظر میمانیم برای فیلم های بعدی. وقت خوش، زنده باشین. تشکر. وقفه باز وقفه دیگه باز ورزش یک ورزش نو براتون معرفی میکنیم. دوست عزیز دوباره خوش آمدین. خدا کنه که اوقات لحظات بخیر بگذره. اول بخش ورزش است. دو نفر استاد است که ورزش میکنن. گوش کن گوش تو بگی گوشت بگی دار بیتی خوب مثلا اینا چی به واسه چی فایده داره نمی که مثلا گوشت تمرین میکنی یه حرکت گوش است و برعکس تو باز اینا مثلا گپای دروغ نمیشنو گپای غلط نمیشنو گپای خوب خوب میشنو. بگی از چشماره کار بگی از چشماره بگی آفرین آفرین یک دو سه برعکس
خودش به خاطر از اینکه مثلا نمی مثلا برای چیز خراب نمیبینی، برای چیز خراب نمیبینی، برای خانم نامحرم سیل نمیگونی، برای چیز بد سیل نمیگونی. بگی از چیز بگی علاشره بگی ها ها دو برعکس برعکس ما کوردگیش نمیگم مودگیش نمیگم نبگو بدس ها ای بازه یه خاطر ای چیزای حرام نمیخوری، رشوت نمیخوری، چیزایی که مثلا آرام است اور نمیخوری و چیزایی که مثلا از فساد اداری به دست آورده ساغه تا ورده آغه ما ورده کسی اور نمیخوری. خاطر ای در کل ورزش هست دیگه، ای در ورزش خوشی ورزش نه واسه اختراع نه بسیار جالب بود، ای ورزش نه واسه که بسیار باشتی در ورزش نه اضافه شده. خب فرخنده جان خوش اومدید، نگیم بعد جالب بود. سلام دوستا، تقدیم میکنم البته بر همکاران بسیار آفرین، بسیار بسیار مقبول تمرین کردیم، دوستا یاد گرفتن اینا بلد زی حرکات چشم گوش بینی کل یاد گرفتن که اکسیژن درست تلفظ شه. آفرین آفرین، خود خوبی ورزش بکنی فرخنده، مقصد اینه که بعضی ها ضرورت دارن دندان برای تو زود مثلا زلاشر نکنی. خب دوست عزیز، یک هفته ورزش است برتون تقدیم میکنم و همکارای عزیز شما در جریان هفته گذشته بودین، خبرها یادتون هست حتما دیگه که به دوستان باید بگین. میریم میبینیم. خب تصاویری که میبینین دوست عزیز عمو جریان مسابقات تیم 19 سالگان ما تشکیل میده که مقام ششم از مسابقات جام جهانی به دست آوردن که در پنجاوره بود البته این مسابقات. آخرین دیدارشان به خاطر مقام پنجم و ششم با ویستندنس تجربه کردن و ویستندیس تانست که مقام ششم پنجم از آن خود کنه و افغانستان کشور ما را شکست بده به دیدار که برگزار شده بود. در گروپشان البته افغانستان سه دیدار انجام داده بودند. قسم یک تصاویر میبینید، تصاویر رقابت‌های تکواندو دای فجر نشان میده و همچنان بسیار کوتاه بود که از ما جزئیات براتون میگم. و این تصاویری که میبینید مسابقات بدمینتون است که مسابقات دای فجر در تهران برگزار شده بود که ورزشکارای ما شرکت کرده بودند. میان ما اینجا فکر میکنم که 26 کشور بود که به این مسابقات شرکت کرده بودند و افغانستان از نگاه رنکینگ تونستن مقام نگرفتن ولی امتیازات بلندتر گرفتن و تونستن که نمایشات خوب و نمایشات ولی جالب از خود نشان بتن و به نمایش بگذارن. و یک تصویر بسیار زیباره که اومدم اونجا دیدم، اگه شما متوجه باشین دخترکی بود که بیرق افغانستان هم نامش در مرتکب بود ملاور انتقال میداد. همین لوحه‌ای که در المپیکا معمولا حمل میشه توسط بعضی چهره ها و با بیرق افغانستان است، این بزرگترین خوشی و افتخار است برای تمام ما شما که ما حضور داریم در همه جا و این یک دستاورد بزرگ افغانستان است. وقتی سرود میگیم نواخته میشه، ورزشکارای ما خودشان میگن احساس خود که بر ما بیان کردن میگن انرژی هم تو مستقیم میگیریم دفتن. عزیز جان قن با وقت یک نگفته نمانه که بزد دلم نمانه دمی ار مسابقه که مثلا میرن و پرچم خود ما میبینم نه پرچم خود مسابقه مثلا ازر ورزشی که باشه ما بسیار انرژی میگیرم، بسیار زیاد خوش میشم. خب زمان که تو انرژی میگیری فکر تو ورزشکار چه انرژی میگیره. درباره تصویرات تکواندو میخواستم به دوستا بگم که مسابقات دای فجر در 4 وزن المپیکی آغاز شده که ورزشکارای ما در اولین و دومین دیدار خود مدال برنز گرفتن. در این هفته در آخرای هفته روز سه‌شنبه این مسابقات برگزار شده بود و ادامه داره. هفته دیگه باز خبرای زیادتر از این برتون خواهد گفتم که دستاوردهای بعدی ما از این مسابقات چی خواهد بود. کلپ ویژه؟ کلپ ویژه رو میریم با هم میبینیم و فصل زمستان است، مسابقات زمستانی هم چنان جریان داشت و به پایان رسید. سوچی را هر چقدر سش گپ زنیم بازم ویژه تر شده میره و حال آخری آخر از مراسم اختتامیش بود در امی هفته و خب فکر میکنم 4 سال باتی مسابقات برگزار میشه و یک مسابقه کاملا ویژه است. فکر میکنی که ببینیم این تصویر یا دقیق ببینیم؟ دقیقا میبینیم این تصویر میبینیم. فکر نمیکنی یعنی؟ دقیق میبینیم. تصویر که میبینین البته روسیه را نشان میده. شهر سوچی است که در غرب روسیه مسابقات برگزار شده بود و قسمی که از نام مسابقات معلوم است این کاملا بر روزای زمستانی این ورزش ها است و در این وقت برگزار میشه. مراسم اختتامی این مسابقات شما تماشا میکنین که در هفته گذشته روسیه تانست که موفقانه میزبانی خود ثابت کنه و موفقانه این مسابقات پشت سر بگذارونه و تانست قهرمان مسابقات 2014 شوه و تانست که 13 مدال طلا 11 نقره و 9 برنز از آن خود کنه و در میان کشورهایی که شرکت کرده بود مقام اول از آن خودش کنه. روسیه؟ بله روسیه با میزبانی که کرد و با افتخار نصیب شد اول شد و بعد از این مراسم اختتامی پرچم المپیک به کشور کره جنوبی که در شهر پیونگ‌چانگ مسابقات بعدی در سال 2018 برگزار میشه و دولت روسیه هم به خاطر برگزاری المپیک سوچی 30 میلیارد پوند هزینه کردند
و این میزان ازینه باعث شده که المپیک زمستانی 2014 سوچی تبدیل به پرخرج‌ترین و پرمقدرترین جهان شود. یعنی این کلپت فرخنده جان در حساب ویژه بودنش مقام اول گرفت در بین کل کلپ‌های ویژه. میفهمین روسیه عمق قسم تزیین کرده بود و روسیه عمق قسم تصمیم گرفته بودن که باید میزبانی عالی کنن، چرا که بسیار منتظر بودن به خاطر میزبانی را به دست بیارن. و بعد از اینام البته امی پرچم بر سال 2018 به کره جنوبی تعلق گرفت که بعدا باید در 2018 اونا میزبان باشن و اونا شرکت در این مسابقات تجارب را کسب کردن که باید زیادتر از این و مقبولتر از این مسابقات برگزار کنن. نروژ دوم شد به مسابقات المپیک زمستانی 2014، کانادا سوم شد که در 4 سال گذشته کانادا اول بود و همچنان آمریکا مقام چهارم گرفت. ولی در کل یک برنامه بسیار جالب داشتن و دقیقا مسابقات در پایان رسید. بسیار با وقت که دختر خانمی با استعداد استی. شما هم سنان زنده باشین. تشکر فرخنده جان، انشاءالله منتظر میمانیم کلیپ ویژه تان ویژه تر شو از این بابادم. دوستا که بیننده ما هستن بخیر. دوباره خوش آمدین دوستا عزیز. وسم ور رسیدلی ده هغه خبره ده چې ژمی له خیره سره یو وخت نیوی ده چې ژمی را رسیږي او هوا ډیر سړه ده، اما اوس برعکس وایم چې ژمی خلاص شه له خیره سره وړی راځي او د ګلونو فصل راځي، د ګلونو فصل. او په دې فصل کې نو موږ تاسې یو نیال باید واخلو، یو ونه باید واخلو، هر کس همدغه اوس نه باید پلان وکړو چې ډېر وخت کم وخت پاتې دی. دغه 15 د اوت چې کېږي نو د کپ د میاشتې هر یو چې یوه ونه کېنوي که نه یوه ونه فکر وکړه، داسې فکر وکړه چې بس ورور غیجانه دی یو ونه داسې لکه د یو اولاد په شکل که نه، ولې هم خپل ځان ته یې خیر رسېږي او بل خلکو ته ورځي باید ورځي. او دغه اوس نه چې پلان وکړي، ځکه چې د کپ میاشت نیم شه او بیا د بل سپرلی میاشت شروع کېږي. ډېر ښه. وی چې چاتله د انصاف په لاس کې درکړه، چې چاتله د انصاف په لاس کې درکړه خپل خر د بل ټټو برابر کی. بالکل د خپل خر او د بل ټټو برابر کی. بیا به ټټو باندې بغږیږو چې ټټو څه ته وایي. ټټو هغه ته وایي چې نه مثلا آس یي، هغه آس هیڅ شی ته ضرورت نه راځي، خیر هیڅ په کار نه راځي، نه په بوسکشۍ کې په کار راځي، نه ګاډۍ کې تړل کېږي، هیڅ شی. هغه بالاخره په هغې د پاسه ګندنه او ګشنیچ د دې کلي کې خرڅېږي. خو به انصاف در هر بخش زندگی بسیار زیاد مهم است، بسیار زیاد. آدم باید به انصاف نباشه، خصوصا در یک جایی که انصاف باشه آدم بسیار خود آرام احساس میکنه. و در کدام ملکی که انصاف باشه اون ملک بسیار زود ترقی میکنه. آره کدام به انصاف دیدین که ما 2 میلیون به انصاف دیدین؟ وقتی کسی وانه در خیرخانه استاده کو بگو تا وزیر اکبر خان سره که 12 چند میری میگه 300 روپیه بعد تو خو موتور شنه میخری، اینی رو انصاف نمیگن. و اینی به انصاف میگن دایی که مثلا یگان کسا خودشان در دکان پلان میگیرن که چقدر نرخ خودشان یک یعنی مثال اگه یک چیز خریدی به اینه قدر باز احتکار میشه اونه که مثلا نگاه میکنی که در یک وقت برسه کور قیمتر بفروشی یا قیمت دیگه در یک منطقه بری یک قیمت است از یک چیز، در دیگه منطقه بری یک در پزیاتر است. یعنی دیگه خودش ناانصافی و بینصافی که سر به خود یک نفر قیمت تایی میکنه. یک اپی دیگه فیجان قم خدا کنه که نمی رسم و رواج از ما برنی این والوال گرفته یا تویانه گرفته. بسیاری که مثلا دختر دارن نه و کسی خازگاری میره هیچ انصاف نمی کنه، یک دفعه تویانه سرد میمانه دالک اینه مجبور است که تو رو دالک گفته. بروز برای ما یک مردکه آمده میگه ما 6 لک تویانه دادیم، 6 لک و حالا 6 لک دیگه از پش میخواه به خاطر مصرف. و ما میخوایم یک قانون اضافه بکنم دی کسایی که ماده چندم به قانون ماده 20 کسایی که نو میخواین عروسی بکنن اصلا باید تویانه اصلا باید وجود نداشته باشه، اما کس میخواد عروسی دوم سوم بکنه باز در اون صورت تویانه بگیرن که اما قدر به خاطر نه عروسی دوم سوم یکی مهر سوره میتیم نه مهر نه دیگه من میفهم دولت اطرافا و اینا زیاد است دولت جاتا منطقه کم کم اینجا شکل گرفته، رنگ گرفته که باید شوایی کار از جمله یعنی بینصافی رو برد بگم بینصافی است بگی خیر است میگیرن، چرا گره نقصیش حساب کنه، دوایش حساب کنه که چقدر دوا گرفته برای چقدر بستر شده چقدر برش مثلا تداوی کرده همیشتو که کلار کرد چقدر مصرف شده اینی کنیش روشته کنم بتر نه چرا عقل مسلم یک دختر است که یک پدر مادر بتونه کوره کلان بکنه. امی خود آدم اگه فکر کنه اگه سر دسترخان میشینی که نان میخری که فامیل
همیشه یکان تا کوشش میکنه کنم چیزای خوب خوبه کش کنه، گوشت بخوره مثلا، میوه خوبه کش کنه، یک چیز کلانه بگیره. این همی انصافی از این سر نان خوردن که شروع میشه. اگر نمی جادم متوجه باشن یک بسیاری حالات شما من درکتان میکنم که یارت را کنم نتانم، ولی بخاطر ازی که در دسترخان که میشه باید خلاش بگو این میخوادش یک بینصافی بود که در قضو کردی نمودی کردیش بسیار متوجه باشن کلگی شیشته و به کلگی یک حق باید برسه. در بسیاری مفلای عروسی هم که اگان تا میایه در گرد میز که میشینه اول اگان تا کس مگجای بسیار جالب بود میرفتم که یک نفر آمد داخل شد سعی کرد کل میزه آره ما بودم البته یک کس را میپاله دیدم که نه در کدام میز خوبش نه 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 خوبش نه میزه پیدا کرد رفت شیشت کنجا تفلا بود میزه پیدا کرد وقتی که باز شروع میکنه به نان خوردن هم کل چیزای خوب خوبه. اینی انصاف های بی‌انصافی هایی هست که از این نان خوردن کوچکترین چیز شروع میشه. یک بی‌انصافی دیگه که عمومی بی‌انصافی هست عام بی‌انصافی هست یعنی می ترافیکای ما شما نیست ترافیکای عمومی ما شما این حالا به دری قند ما سه ماه ماش زیاره نداده خوب دولت سه کو او شش ماه بدل اشی زیاره این خودش به انصافی است. اگر کسی دو خانم داره باید بر دوش با انصاف باشه. اگر کرب میخره برای زیان بخره برای زوان بخره. اگر مثلا گوشواره میخره برای زیان نه این تو مردم هست که دو خانم داره به ادر قند مدم یکیش قصیش است دیگر قصیش نیست کنه در قصیش هم نیست نه 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 اون رقم مردم هست بس ما یک مرد کرا بشه که دو خانم داره یک جوره گوشواره خریده بود یک گوشش در خانم اولش بود یک لنگ گوشواره یک لنگ گوشواره در خانم بود انصاف خوب بس خلاص شد و خلاص شد تشکر دوستای که علاقه مند هستن یه جان سپاس که ما را همیشه هم روی میکرین یوتیوب چینل رسمی طلوع در خدمت شما هست میتونین که اونجا برین و برنامه را ببینین نظراتتون را بفرستین خارج از افغانستان دوستای ما که همیشه همراه ما هستن همیشه صحت و سلامت باشین همچنان مسئله بسیار عمده دیگه فیسبوک است امی کوداش کس او کوداش میگم آدرس فیسبوک ما میتونید اونجا بیاین و پیامتون را بانین لایک کنین فیسبوک طلوع را دیگه چی بود قاب گفتگو طلوع دا تی وی بود و همچنان 456 در خدمت شما هست که شما ما را تعقیب کنین و پیامای سعودیتون را بفرستین تشکر از اینکه ما را همراه بودین خدا حافظ سلام خدا حافظ غروبم خدا حافظ سرزمینم ای هست و بودم, ای هست و بودم. زنده باد افغانستان ژونده دیو افغانستان خدا پامان قاب گفتگو